افراد که پس از یک ماه حالا اکثریتشان صحتیاب شدند، اما روند تداوی آنها هنوز هم ادامه دارد. در بیشتر از یک ماه اخیر حدود 4500 تن معتاد و مواد مخدر از سطح شهر و ولسوالی ها جمع‌آوری شدند. پلیس مبارزه با مواد مخدر در این ولایت میگوید روند جمع‌آوری این معتادان همچنان ادامه دارد. په دغه وخت کې موږ دوی راټول کړل، د دوی تداوی موږ وکړل، او دوی موږ په تقریبا داسې په ډیرو کلینیکانو کې ځای پر ځای کړل، سره مختلفو کلینیکانو کې. نو اوس د دوی تعداد 4500 کسان ته رسیدلی دی. روزانه ډاکتران به مراکز ترک احتیاط میروند و این افراد را تداوی میکنند. افرادی که زندگیشان در حاشیه سرک ها، داخل کانال های شهری و مخروبه ها میگذشت، اما حالا در این مراکز ترک احتیاط زیر تداوی قرار دارند. دکتران میگویند بیشتر این افراد به مریضی های گوناگون مبتلا هستند، اما تلاش میشود تا روند تداوی آنها به خوبی پیش برود. د دې تداوی او جوړیدل یو طولانی پروسه ده. نو اوس فعلا د جدید شلم څخه دا مریضان را ټول سوی دي، فعلا په کمپو کې او شفاخانو کې تر درمنل نه اندي. تر درمنی دیگه ترک بدون دارو، باز به خاطر کې این مریضا تخریب داخلی دارم و بعضا اینا یک مشکلات دارم، امشالله از طرف ساعت آمان پشتیبانی میشه. هر کدام از این معتادان قصه های تلخ زندگی خود را دارند. سال هاست که دور از خانواده و اجتماع در گوشه و کنار شهر زندگی سخت را سپری میکنند، اما حالا امیدوارند دوباره با آغوش خانواده برگردند. با هم شکر سالمی، اگر خدای پا خواسته باشه خودی ما کمک کنه که به بیگ ما میبینیم همه شکل سالم، اول هم خودمه، هیچ مشکل یا مالی من ندارم. بریم به خونه زندگی خود، به ما یک کار یک کارخونه چیزی اگه چی موشه چی کنه ما بریم به سرکار، اینا هم مگه خوب میشه یکی ولی اگه مقاد بزنه. آنگونه که مسئولان محلی میگویند روند تداوی معتادان در بیش از 20 مرکز ترک اعتیاد جریان دارد، اما هنوز هم نیاز است تا هزاران معتاد با مواد مخدر از شهر و ولسوالی ها جمع آوری شوند.